بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه اول درس برنامه‌نویسی شبکه خوش آمدین. در درس برنامه‌نویسی شبکه ما مفاهیمی که قرار است رویش صحبت بکنیم به این صورت است. خب، مفاهیمی که در اینجا ما رویش بحث خواهیم کرد، اول مفاهیم مربوط به IPU, TCPU, UDP و مباحث مربوط به ایناست که رو بعدا موقع سکت من بیشتر اینا رو صحبت میکنم و ممکنه من ترتیب از نار این مقدار متفاوت درس بدم، ولی این مباحث کامل کاور میشن. بعد از اون مباحث مربوط به آینت ادرس هست، کار با سکت ها هست که ما چرا میتونیم در یک ویب سایت یا یک سرور میتونیم وصل شیم از طریق سکت و دیتا رو چرا میتونیم بگیریم. بعد چطور خود ما یک سرور سوکت بسازیم و بتونیم دیتا را از طریق از اون بفرستیم، طریق وصل کردنش رو به صورت عملی کار ما انجام خواهیم داد. کار با استریم ها هست که ما قبل از اینکه بخوایم با سوکت ها کار بکنیم اول باید اینو بفهمیم. پس من اول اینو درس میدم برای شما. کار با استریم ها هست. در قسمت استریم ها قبل از اینکه ما استریم بفهمیم اول باید با اکسپشن های مقدار آشنا باشیم. پس من اکسپشن ها هم در درس کاور میکنم. بعد از اکسپشن ها و استریم ها که کار با انواع استریم، اول باید بفهمیم که اینپوت استریم و آوتپوت استریم، فایل استریم، اینا چی رقم کار میشه و چی رقم ما میتونیم از با استفاده از استریم ها از داخل سوکت سرور یا کلاینت سوکت بتونیم دیتا رو بخوانیم. بعد از روی ترد ها صحبت میکنیم. برنامه‌نویسی به صورتی که ما بتونیم از چند ترد در داخل پروگرام خود استفاده بکنیم. مباحث متفاوتی که در داخل ترد وجود داره، بحث فورک جوین است، ددلاک است، سینکرونایزیشن است، اینا باعث اونجا مطرح میشه. بعد از اون در مورد URL صحبت میکنیم. شاید با URL آشنا باشین، ولی ما یک URL کلاس و یک URL connection کلاس در داخل جاوا داریم و از طریق از اون میتونیم اطلاعاتی وبسایت ها را داخل پروگرام خود بیاریم. با پروتکل HTTP آشنا میشیم و چرقم HTTP کار میکنه و نحوه ریکوست فرستادن نایش رو میبینیم. در با قسمت سکیور سوکت یک مقدار آشنا میشیم و طرز استفادهش که روی پروتکل HTTPS ما میتونیم کار بکنیم، این را براتون مطرح میکنیم که چطور این کار میتونه انجام شوه. در مورد بافرها و چنل ها یک مقدار صحبت میکنیم. در مورد IP مالتی کست صحبت خواهیم کرد. بعد از او در مورد RMI صحبت میکنیم و بعد از اون کار با دیتابیس از طریق جاوا. این مباحث اگر شما بتونید تکمیل بکنید، بعد از اون ما میتونیم روی انترپرایز ادیشن جاوا صحبت بکنیم که مباحث مربوط به سرولت و JSP در اونجا مطرح میشه. امیدوارم که در این سمستر بتونیم این مباحث براتون تکمیل بکنیم. و اما ما از قسمت اکسپشن ها و IO میخوایم شروع بکنیم و کار با اینا رو یاد بگیریم. اول در مورد اکسپشن ببینیم که اکسپشن چیه. اکسپشن یک آبجکت است که در نتیجه یک ایرور یا یک اتفاق غیر منتظره او ایجاد میشه. پس ما باید بدانیم که اکسپشن هم وقتی اتفاق میفته در واقع یک اتفاقی است که ما انتظارش نداریم، شبیه یک ایرور است. نکته بعدی، یک اصطلاحی وجود داره، اصطلاحا میگن که exception throw میشه یا پرتاب میشه. پس این را ما دقیقا همین کلمه در داخل جاوا استفاده میشه. پس exception ها ما میگیم exception اصطلاحا throw میشه یا پرتاب میشه. و کاری یا مسئولیت برنامه نویس است تا بتونه exception ها را اول پیدا بکنه و بعد بتونه اونا رو مدیریت بکنه که اگر چنین اکسپشن اتفاق افتاد ما چی کار بکنیم. اگر یک اکسپشن شما مدیریت نکنین، اصطلاحا هندل نکنین،
باعث ممکنه باعث شود که پروگرام شما کرش کنه، یعنی یک دفعه وسط اجرا یک دفعه خارج شود. در این حالت ها پس باید ما اکسپشن اول مدیریت بکنیم، اول دیتک کنیم که کدام اکسپشن در کجا ممکن اتفاق بیفته و بعد از اون جلویش بگیریم که پروگرام ما را اگزیت بکنه. خب در جاوا راه حلی وجود داره که ما میتونیم اکسپشن هندلر جور بکنیم. اکسپشن هندلر چیه؟ اکسپشن هندلر یک قسمتی از کد است که میتونه اکسپشن مدیریت کنه یا یک مثلا پاسخ مناسب در مورد از او اکسپشن بر ما بده. در اینجا ما این کاری که ما انجام میدیم اصطلاحا میگیم اکسپشن هندلینگ. پس این که ما یک کدی نوشته بکنیم که اگر اکسپشن اتفاق افتاد یک جواب معقول بده، در این میگیم اکسپشن هندلینگ. اگر ما یک اکسپشنی را هندل نکنیم و مدیریت نکنیم، یک چیز دیگه در جواب وجود داره در داخل جی وی ام به نام دیفالت اکسپشن هندلر، که اگر شما نتونید او اکسپشن خود مدیریت بکنین، او اکسپشن فرستاده میشه برای جی وی ام و جی وی ام با دیفالت اکسپشن هندلر او را میگیره، کچ میکنه اصطلاحا، و یک مسیج مرتبط با همو اکسپشن برای شما نشان میده و بعد پروگرام شما را اگزیت میکنه یا اصطلاحا کرش میکنه. خب تا اینجای کار فهمیدیم که اکسپشن پس یک آبجکت است. وقتی آبجکت است پس حتما یک کلاس وجود داره. در مورد ازی میخوایم بیشتر صحبت بکنیم که اکسپشن چیه و یک کلاس دیگه به نام ایرور هم داریم، تفاوتی از اینا چی هستن و ببینیم که چطور کار میشن. در بالاترین سطح کلاس در جاوا شما میدونین که بالاترین سطح کلاس، کلاس آبجکت است. ما کلاس آبجکت کار نداریم فعلا، ما با کلاسی به نام کلاس throwable یا قابل پرتاب شدن کار داریم. تمامی اکسپشن ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بگیم از ای داره ارسپری میکنه، از کلاس throwable. دو کلاسی که از ای ارسپری میکنه، یکی ایرور است و یکی اکسپشن است. اگر بیایم اینجا ببینیم یک چنین حالتی داره. در شکل میتونیم ببینیم که object بعد throwable، ای امو سلسله مراتب ارسپری است که اکسپشن ها دارن. یک کلاس دیگه هست به نام error، یک کلاس دیگه هست به نام exception. در exception یک کلاسی دیگه ممکنه ازش ارسپری کنه io exception، file not found exception، end of file exception، runtime exception و بسیار exception های دیگه. پس تمامی کلاس های exception در واقع از exception ارسپری میکنه و exception و error هم از کلاس دیگه به نام throwable ارسپری میکنن که او از object ارسپری میکنه. و اما ببینیم error چی است. exception روش کامل صحبت میکنیم ولی error چی است؟ ایرور در واقع همو اکسپشن هایی هست که اکسپشن ها یا ایرور ها یک اتفاق بحرانی اتفاق افتاده، یک مشکلی پیش آمده که من در حالت عادی او مشکل پیش نمیاید. مثلا شما پروگرام نوشته کردین و یک ایرور در داخل خودی جی وی ام اتفاق میفته. این ایرور مربوط پروگرامی شما نمیشه، مربوط خود جی وی ام است. وقتی چنین ایروری اتفاق افتاده یعنی یک اتفاق بحرانی است و ما باید این را چک بکنیم مشکل از کجاست. ولی مشکل از پروگرام در اینجا نیست، مشکل از پروگرام نیست، پس یعنی مشکل از کد نیست. ران تایم یعنی در موقع ران تایم اتفاق خاصی نیفتاده که شما کد اشتباه نوشته باشید، کدتان صحیح است، ولی اتفاق دیگه ای افتاده که باعث شده یک ایرور اتفاق بیفته. معمولا وقتایی که ایرور اتفاق میفته ما اصطلاحا اونا رو هندل نمیکنیم، ما گذاریم که همون ایرور اتفاق بیفته و پروگرام ما اگزیت شوه. چرا که مثلا جی وی ام باید ببینیم مشکل از کجاست. یا ممکنه رانینگ اوت اف میموری، میموری ما پر شده. خب میموری ما اگه پر شوه دیگه ما نمیتونیم پروگرام ما، نه تنها پروگرام ما ممکنه کار نتونه، ممکنه کل سیستم عامل کار خود صحیح انجام داده نتونه.
پس در اینجا کاری که ما انجام میدیم ایرور، ما هندل نمی کنیم ایرور، صحیح شد؟ ما ایرور هندل نمی کنیم ولی اکسپشن ها رو ما هندل میکنیم. حالا روی اکسپشن ها باز ما میخوایم صحبت بکنیم که چی رقم است. برای اینکه یک اکسپشن هندل بکنیم در جاوا، ما از یک کدی استفاده میکنیم به نام try catch، به نام try catch. در داخل از این قسمت ما میتونیم، در داخل قسمت try ما میتونیم کد خود نوشته کنیم، همون کدی که احتمال میدیم که یک اکسپشنی اتفاق بیفته. بعد از او در داخل catch ما نوعیت اکسپشنی که ممکن اتفاق بیفته رو نوشته میکنیم و یک اکسپشن تایپ، هم نام کلاسی از او را، و همچنین یک پارامتر نیم یا یک ابجکت در اینجا نامش هم گذاریم. و بعد از او ما در این قسمت یک کدی رو نوشته میکنیم که بیتانه یک پاسخ مناسب در مورد از او اکسپشن بر ما بده. پس try block کد هایی است که اجرا میشه و ممکنه که یک اکسپشن داخلش اتفاق بیفته، و catch block بلاکی است که اگر اکسپشن اتفاق افتاد در اونجا ما میتونیم یک پاسخ مناسب با اکسپشن نمایش بدیم. از اصطلاحات هزی هم خوب دقت بکنین، ما گفتیم اکسپشن throw میشه یا پرتاب میشه، و از اون طرف ای try catch او را کچ میکنه، یعنی میگیره. خب اینو من تشریح کردم. یک مثالی که میتونیم در اینجا نوشته بکنیم، فایل مساوی با نیو فایل، از طریق اسکنر میخوایم این فایل را بخوانیم. خب من همین را یک دفعه نوشته میکنم که ببینیم طرز کارش به چه صورت است. فایل فرض کنین اف مساوی با نیو فایل، در اینجا نام فایل را میدیم مثلا test.txt. خب در اینجا باید خود فایل هم ایمپورت بکنیم. برای ایمپورت کردن روی از کلیک میکنم و میگم ایمپورت java.io.file. بعدش نوشته میکنیم اسکنر مثلا input مساوی با new scanner، در اینجا f برازی میدیم، میگیم از روی از بخوان. خود اسکنر هم نیاز در import شدن داره. خب دقت کنین، در اینجا من روی از قسمتی که خط سرخ کشته میرم یک دفعه ببینیم که دماغ چی میگه. خب unsupported unreported exception file not found exception must be caught or declared to be thrown. میگن که شما یک اکسپشن ممکنه در اینجا اتفاق بیفته که شما راپورش رو ندادین یا هندل نکردین. خب کاری که انجام میدیم، من این داخل یک بلاک try catch میمونم. چی رقم؟ در اینجا نوشته میکنم try، در اینجا نوشته میکنم catch. خب در اینجا در ما گفته بود که نوعیتی از او exception file not found exception هست، نامش ex میمونم. به این صورت file not found exception. خب این هم نیاز ده import داره، یک کلاسی دیگه هست باید importش کنیم. خب میگیم که اگر فایل پیدا نشد چیکار کن؟ print کن که file was not existed. خب مطمئنن چنین فایلی ما در داخل پروژه خود ننوشتیم، test.txt. حالا اگر ای رو ران بکنیم، بعد از اینکه مخواهی ای فایل بخونه، وارد از اون مسیر که میشه
میبینه که فایل وجود نداره و یک اکسپشن اتفاق میفته. اگر اکسپشن اتفاق بیفته اصطلاحا اکسپشن ثرو میشه، پرتاب میشه و اینجا کچ میکنه، کچ میکنه و این قسمت ما میتونیم یک پاسخ مناسب بدیم. حالا اگر ما این کار رو نمیکردیم چی میشد؟ اگر ما این کار رو نمیکردیم چه اتفاق میفتد؟ خوب دقت کن. خوب دقت کن. من اینجا این رو دوباره ران میکنم. به این صورت. باعث شد پروگرام ما اگزیت شود. من یک سیستم دارات میمانم. میخوام ببینم که ده ای خط میرسه، یعنی هلو رو میتونه پرینت بکنه یا نه. ده ای خط که رسید برنامه اگزیت میشه. اگر هلو رو پرینت کرد یعنی برنامه داره کار میکنه، پروگرام داره پیش میره. ولی اگر هلو پرینت نشد یعنی اینکه پروگرام ما یک مشکل براش پیش اومده و از این خط پیش نامده. خواهیم تو که میبینین هیچ هلو اینجا پرینت نشده و یک اکسپشن داده، گفته the system cannot find the file specified. فایل پیدا نشده. صحیح شد؟ پس اگر شما یک اکسپشن مدیریت نکنین باعث میشه پروگرام شما یک دفعه اگزیت شوه و نتونه پیش بره. خب این مباحث ما مطرح کردیم و اما یک نکته که در مورد اکسپشن وجود داره، اکسپشن یک کلاس است و وقتی آبجکتش جور میشه داخل از آبجکت یک تعداد متد های وجود داره که ما میتونیم ازش یک معلومات بگیریم. مثلا متدی get message، ببینیم که بر ما چی میده. ببینید وقتی ما این ران کردم در داخل از این قسمتی که میبینید test.txt ای همو مسیجی است که اکسپشن میتونه برای ما بده و به اینجا من پس try catch میمونم. دقت کنید در اینجا من میتونم این ران کنم و حالا ببینیم که فرض کنیم من ایرم از اینجا برمیدارم. در اینجا میخوایم پرینت بکنیم. ex dot get message من میگم اگر اکسپشن اتفاق افتاد مسیجش رو بگیر و اون مسیج رو پرینت کن که چه اتفاق افتاده. ران. test.txt the system cannot find the file specified. میگه فایلی که مشخص کردین سیستم نتونست پیداش بکنه. گاهی این مسیج میتونه که مسیج خوبی بر ما بده ولی در بعضی مواقع نمیتونه، چندان مسیج جالبی بر ما نمیده. یعنی من پیشنهاد میکنم که شما در خیلی موارد سعی کنین که اگر پروگرام بزرگی نوشتن میکنین اکسپشن ها رو خودتون مسیجی مشخص خود در اونجا بگذارین. خب نکته بعدی در مورد اکسپشن ای است که همونطور که قبلا گفتیم اکسپشن ها تمام اکسپشن ها از یک کلاس ارس بری میکنن به نام کلاس اکسپشن. خب اگر از این ارس بری بکنن خود چه اتفاق میفته؟ اتفاقی که میفته ای است که ما سلسله مراتب ارس بری قبلا در بحث پولیمورفیزم شما خواندین. اگر ما در سلسله مراتب ارس بری یک کلاسی که در سطح پایین تر وجود داره ازش یک آبجکت جور بکنیم، میتونیم در یک آبجکت از کلاسی سطح بالاتر رفرنس بدیم، یعنی آبجکت داخل از او بگذاریم.
یعنی من میتونم در اینجا به جای اینکه نوشته کنم فایل not found exception فقط نوشته کنم exception به این صورت. چرا؟ چون exception یک کلاس بالاتر است و تمام object هایی که از او کلاس کلاسش ارث بری کرده از این کلاس ارث بری کردن میتونه داخل خود ذخیره بکنه این object. پس اگر ران بکنیم باز هم میتونه او exception بگیره. خب یک مثال دیگه کار بکنیم. فرض کنیم یک استرینگ میخوایم تبدیل بکنیم در انتجر و ببینیم که اکسپشنی که میده چی است. اکسپشنش از نوعی نمبر فرمت اکسپشن است. بیر من تبدیل در میتود میکنم. اگزمپل یک فرض کنید یک استرینگ داریم، استرینگ str مساوی با در داخل از این میمونم 1 2 3 4. فرض کنید من اشتباهی به جای یک نوشتم l. همینطور که ببینید خیلی تشخیص دادنش آسان نیست. اشتباهی من نوشته کردم l در حالی که یک است. ببینید یک ای رقم است و یه هم l است. خیلی نمیشه از هم تشخیصش داد. و این رو من میخوام تبدیل بکنم در integer. integer dot parse int str. خب این هم در داخل یک وریبل دیگه ذخیره میکنیم، مثلا var، و میخوایم این رو پرینت کنیم. run. همینطور که ببینین یک اکسپشن اتفاق افتاد، number format exception نوشته این مسیج مایه for input string 1 2 3 4 1 مثلا. خب من این رو تبدیل میکنم در حالتی که داخل try catch باشه. try catch. خب نوعیتش number format exception بود. نامش ای ایکس میمانیم. خب اینم یک تپ پیش بریم بهتر شد. خب در اینجا میتونیم که مسیج پرینت کنیم ex.get مسیج. من ران میکنم شیفت F6. در اینجا مسیجی که بر ما داده for input string 1 2 3 4 یا همون l 2 3 4 1 است. گاهی وقتا میگم ممکنه از ریاضی به تنهایی نفهمیم، بهتر است که ما نوشته بکنیم مسیج خودا number was not in a correct format. بعد مثلا بعد این مسیج هم نمایش بدیم. حالا ببینیم چی رقم میشه. number was not in a correct format for input string. و اینجا هم چیز عددی که قرار بود تبدیل شوره یا استرینگی که قرار بود تبدیل شوره نشان داده. میتونستیم که ایرم برداریم تا یک مقدار جملهش جالب تر باشه. به این صورت number was not in the correct format for input string. خب یه مزید و دوباره اگه من در اینجا نوشته بکنم exception، ببینید من روی ازی کلیک میکنم netbeans بر من ایره هایلایت میکنن که این نمبر فرمت اکسپشن ممکنه در کجا اتفاق بیفته؟ در این قسمت. یه مثل پس بازم من میتونم با فقط نوشتن اکسپشن او اکسپشن کچ کنم.
نکته بعدی در مورد اکسپشن هایی است که ترتیبی اکسپشن ها را ما باید خیلی رعایت بکنیم. خوب دقت کنید، ما مثلا نمیتونیم امی چیزی که نوشتیم دو دفعه نوشته کنیم number format exception، یک دفعه دیگه کچ کنیم number format exception. اشتباه. چرا؟ چون که جاوا یا هم JVM وقتی که اینجا یک exception اتفاق میفته، اولین کچی که با ای مطابقت داشته باشه همون رو میگیره، و اگر اکسپشن های بعدی وجود داشته باشه که با ای باز مطابقت داشته باشه، اونا رو دیگه نمیتونه اجرا بکنه و در اینجا به ما ایرور میده. میگه ای اکسپشن قبلا پیش از این که تو بخوای بگیریش در استپ قبلی ای اکسپشن گرفته شده، پس تو حق نداری در اینجا دوباره ای را بگیری. پس این چیز باید سلسله مراتب باید رعایت کنیم. مشابه دیگه شاید که براتون نشان بدم، ببینید number format exception خودش از یک کلاس دیگه ارسپری کرده به نام illegal argument exception. یعنی این کلاس exception number format exception از این ارسپری کرده. خب اگر از این ارسپری کرده باشه، شما نمیتونین ای را قبل از ای بیارین. چرا؟ چون ای exception همین illegal argument exception هم اکسپشن های مربوط به خودی از کلاس ها میگیره و هم کلاس هایی که از ایرس برده. خب ای چون از ایرس برده، اگر در اینجا اکسپشنش اتفاق بیفته، ای پیش از پیش رو کچ میکنه و در ای چیزی نمیرسه. بریم تست کنیم. خب در اینجا ما یک کچ دیگه اضافه میکنم. گفتیم که ای نمبر فرمت اکسپشن یک دوبار نوشته بکنین، همون تک ببینین در نمبر فرمت اکسپشن دوم ایرور میده و اینجا در ما نوشته کرده در اینجا اکسپشن نمبر فرمت اکسپشن has already been cut. میگه ای اکسپشن قبلا گرفته شده، شما دیگه نمیتونید در اینجا بگیرینش. خب حالا کاری که من میکنم، میخوام میرم که آیا واقعا از او دیگه ارسپری کده یا نکده. میرم go to source، همین تا که میبینیم این کلاس number format exception از این کلاس دیگه ارسپری کده. من از این کلاس میخوام استفاده کنم در اینجا، بیرم که میشه نمیشه. همین تا که میبینیم باز هم میگه که در اینجا میگه که ای اکسپشن قبلا گرفته شده، ای اکسپشن قبلا گرفته شده و شما نمیتونید اینجا بگیرینش. خب رای حل چی است؟ رای حلی است که وقتی سلسله مراتب میمانین از کوچک ده بزرگ بگذارین. مثلا ای را میتونیم اول بگذاریم بعدی رو بگذاریم، در این حالت اتفاق خاصی نمیفته. یعنی اگر نام به فرمت اکسپشن اتفاق افتاد اینجا میایه، اگر یک اکسپشن دیگه که مربوط illegal argument exception بود میاد اینجا. این روشی درستش است. نوشته کرد. و اما فاینلی چیست؟ فاینلی از اسمش مشخصه، نهایتا در آخر. خب در آخر یعنی چی؟ یعنی میگه که شما یک کدی رو بنویس در داخل try، اگر این کد اکسپشن اتفاق افتاد برو در داخل کچ، در داخل کچ ای کد رو ران کن، خلاص که شد فاینالی در آخر بیا اینا رو ران کن. حالا اگر اکسپشن اتفاق نیفتاد، میگه که کد ترای اجرا کن، اکسپشن اتفاق نیفتاد، هیچ وارد کچ نمیشه فاینالی، ولی باز هم بیا در اینجا ای کد اجرا کن. این قسمت فاینالی که هست در کجاها باز قابل استفاده است. مثلا ما یک پروگرام می نویسیم که در یک دیتابیس قرار کانکت شود، و بعد اینکه دیتابیس کانکت شد ممکنه در اینجا اکسپشن اتفاق بیفته. مثلا آدرس دیتابیس ما اشتباه نوشتیم، یوزر پسورد یا هر چیزه، ممکنه در اینجا یک اکسپشن اتفاق بیفته و اگر ما او کانکشن کلوز نکنیم ممکنه برای مدتی او کانکشن اوپن بمونه. از این خاطر اگر اکسپشن اتفاق افتاد کانکشن کلوز کو، اگر اکسپشن اتفاق هم نیفتاد باز هم بعد اینکه کار ما خلاص شد کانکشن باید کلوز شود.
در این حالت ها ما معمولا از فاینالی استفاده میکنیم. خب با ای ما باید هم گفتم فاینالی قسمتیه که چی اکسپشن اتفاق بیفته چی اکسپشن اتفاق نیفته او بلاک باید اجرا شده. در مورد میتود ها شما حتما قبلا خواندین که وقتی میتود ها اجرا میشن یک استکی وجود داره که اصطلاحا دهش میگن کال استک و پروگراما در داخل از او استک میتود ها دانه دانه اضافه میشن و ما اگر بخوایم موقع اکسپشن اتفاق افتادن بفهمیم که همین سلسله مراتبی که اتفاق افتاد و این میتود ها اجرا شد از کجا بوده، کدام متدی رو کال کرده، بعد کدام متدی رو کال کرده، ما میتونیم از یک کال استک استفاده بکنیم و اونا را بخونیم. در این لیستی متدهایی که در داخل کال استک وجود داره میگن استک تریس. استک تریس در داخل جاوا این را گذاشتن که ما بتونیم استک تریس را پرینت بکنیم. بریم ببینیم چطور انجام میشه. من این را پس تبدیل میکنم اول در یک متد که از داخل متد یک اکسپشن جور بکنیم. خب این میشه اگزمپلی دو. من ده اینجا فرض کنید من این را کات بکنم فعلا بیسرد. همینطور که ببینید کد هیچ اروری هم در ما نشان نمیده. من میگم اگزمپل دو رو ران کن. ببینید خود جواب به صورت پیش فرض میای این کار برای ما انجام میده. چیکار کرده؟ گفته که ما یک متد داریم در داخل نمبر فورمت اکسپشن که این متدش در اینجا یک اکسپشن اتفاق افتاد. این متد در کجا استفاده شده؟ در داخل پارس اینت. این متد پارس اینت در کجا استفاده شده؟ دوباره در داخل پارس اینت. این خود پارس اینت در پروگرام ما در کجا استفاده شده؟ در متدی اگزمپل دو خطش هم دمو میگه در خط 16. اگزمپل دو در کجا کال شده یا اجرا شده؟ در داخل مین در خط 10. خط مین خط 10 در مین میبینیم که اگزمپل دو هست و خط 16 رو ببینیم خط 16 پارس اینت است. صحیح شد؟ در داخل متد اگزمپل دو اگر دقت بکنیم استک تریس کامل بر ما نمایش میده. خب ما که نمیخوایم که اکسپشن اتفاق بیفته بعد بفهمیم که استک تریسش چی بوده، ما میخوایم خود ما ایره مدیریت بکنیم. خب در این مواقع ما میتونیم یک کار بکنیم. فرض کنم ترای کچ داخل از این میمانم ترای و کچشم کپی گرفته بودم در اینجا پیست کنیم. خب در اینجا من این مسیج ها رو ور میدارم فعلا گیرم همینطور و ایلگل آرگومنت رو کلن برمیدارم. در این قسمت من بگم سیستم داده داد پرینت لاین نوشته که ای ایکس داد دات. خب استک تریس خودش در اینجا پرینت داره، پس از همون استفاده کنیم. ex دات پرینت استک تریس میگیم استک تریس بر ما پرینت کن. استک تریس بر ما چه کن؟ پرینت کن که در اینجا سیشت. خب پرام کنیم همینطور که ببینید درست رنگش سرخ بود ولی بعد اینجا اینکه هلو نوشته میکنم یا بهتره بگم ده فاینالی ده فاینالی ما یک هلو نوشته میکنم ببینم که آیا ده فاینالی میرسه یا نمیرسه. بله او چیزی که گفتیم اومده ده اینجا پرینت کرده و هلو اومده، یعنی که پروگرام ما اگزیت نشده و استک تریس بر ما نمایش داده.
و ما از ریاضی میتونیم تشخیص بدیم که اتفاقی که افتاده در کجا اتفاق افتاده. میگه از متد مین اگزمپل 2 اجرا شده که در اونجا هم انتجر دات پارسینت بوده. خب ببینیم، میایم در خط 24، در خط 24 اینجا یک اتفاق افتاده، از اینجا باید تشخیص بدیم که مثلا یک نبوده و ال بوده. خب و اما اگر اکسپشن گفتیم اتفاق اگر هندل نشد چه اتفاق میفته؟ اگر هندل نشوه یک متد سطح بالاتر باید دوره بگیره. خب دقت کنین، خود اینجا این رو نگفته، خب جلوتر گفته، صحیح. پس ما میمونم در وقتش بگیم، گفتیم اگر اکسپشن ما هندل نکنیم یک متدی سطح بالاتر رو هندل میکنه، و اگر او هندل نکنه یک متد سطح بالاتر تا اینکه میرسه متد مین، چون پروگرام از متد مین شروع میشه. اگر در متد مین هم شما ترای کش نمونده باشین و او را نتونین هندل بکنین، او اکسپشن، اگر هندل نکرده باشین این اکسپشن فرستاده میشه در سطح بالاتر در جی وی ام، و جی وی ام گفتیم که یک دیفالت اکسپشن هندلر داره و او دیفالت اکسپشن هندلر رو کچ میکنه، یک مسیج نمایش میده و بعد پروگرام کرش میکنه. خب در حالتی کلی ما دو رقم اکسپشن میتونیم بگیم داریم، یکی چکت اکسپشن و یکی آن چکت اکسپشن. آن چکت اکسپشن چیه؟ آن چکت اکسپشن ها اکسپشن هایی هستند که از ایرور یا ران تایم اکسپشن ارس بری کردن، از ایرور یا ران تایم اکسپشن ارس بری کردن. خب ایرور که قبلا گفتیم اینو اصلا نباید هندل شوه، ران تایم اکسپشن هم در خیلی موارد، در خیلی موارد هندل نمیشه، ولی در بعض موارد ممکنه که ما اون رو هم تری کچ بگذاریم. پس تمامی اکسپشن هایی که از ایرور اکسپشن، ایرور ران تایم اکسپشن ارس بری کردن میشن unchecked exception unchecked، و بقیه ایرور ها اونایی که ارس بری نکردن میشن checked exception. خب حالا این checked و unchecked چی هست و چی تفاوتی داره و مثلا چی تأثیری در کار ما داره، باز در عملی براتون نشان میدیم. فقط اینو من براتون بگم که اگر ما داخل یک متد یک اکسپشن اتفاق بیفته یا کلی داشته باشیم که احتمال بدیم اکسپشن اتفاق میفته، دو حالت برای مدیریت کردن از داریم. یک، یا خود ما ترای کش میمانیم هندل میکنیم با اکسپشن، یا پرتاب میکنیم در سطح بالاتر. خب ترای کش رو فهمیدیم، ولی پرتاب کردنش چه رقم است؟ خب دقت کن، بعد اینجا در اگزمپل یک، اگزمپل یک خودم اومدم ترای کچ موندم. خب ممکن من ترای کچ نمونم در اینجا. اگر ترای کچ نمونی، اگر ترای کچ نمونی باید در متدی که قرار از اگزمپل یک استفاده بکنه، هر متدی که باشه، باید دو اطلاع بدی که ممکنه چنین اکسپشن اتفاق بیفته، من هندل نکردم، تو هندلش کن. خب چه نوع اکسپشن اتفاق میفته؟ فایل نات فاوند اکسپشن. در کجا نوشتهش میکنیم؟ در هدر نوشته میکنیم throws file not found exception به این صورت میگیم که این متد پرتاب میکنند یک اکسپشن از نوع چی را؟ file not found exception. در اینجا دیگه بر ما ایرور ندادن، ولی هر کسی که ازی استفاده کرد ممکنه برزو ایرور بده. خب من این را فعلا پس میکنم، در داخل مین اگزمپل یک دو بار ران کنیم، اگزمپل 0 1. خب در اینجا تا ما ایره می نویسم ببینید یک ایرور دما میده، یعنی یک سینتکس ایرور است. چی میگه؟ میگه on reported exception file not found exception must be caught or declared to be thrown. میگه یک اکسپشن اتفاق افتاده، یا try catch بگذار یا در سطح بالاتر پرتابش کن. فرض کن که من میگم میره من try catch نمیمونم، پرتاب میکنم throws file not found exception. خب
این انتر میذارم در تصویر بیایه ران. همینطور که میبینین اکسپشن اتفاق افتاده، استک تریس هم در اینجا نمایش داشته، از مین اومده اگزمپل یک و ایره کی هندل کرد؟ در حالت عادی وقتی یک پروگرام اجرا میشه ایره دیفالت اکسپشن هندلر جی وی ام ایره هندل میکنه و پروگرام اگزیت میکنه. پس در حالت کلی ما گفتیم دو راه حل داریم برای اکسپشن، یا خودت او را هندل کن ترای کش بگذار، یا پرتاب کن در لیول بالاتر تا او را بگیره. در متد مین دیگه وقتی میرسن نباید شما او را دوباره پرتاب کنین، او را باید حتما کش کرده باشین. خب نتمین میتونه کد رو برای ما خودش نوشته کنه، میگم surround statement with try catch paste و در اینجا من میتونم میسیجی مرتبط با همون چیزی که میخواییم نمایش بده. system.println ex.get paste. خب پس با کلمه کلیدی throws هم حالا آشنا شدیم. یه هم نشان دادیم براتون که در حالت عادی کامپایل نمیشه، گفتیم یا اکسپشن باید در اینجا هندل کنیم یا در یک سطح بالاتر بفرستیم که به این صورت میشه throws file not found exception. و ما خودمون گاهی میتونیم یک اکسپشن جدید جور بکنیم. خب چه کاریه که ما یک اکسپشن جدید جور بکنیم؟ فرض کنید که ما یک کدی میخواییم بنویسیم مربوط به یک موتر. موتر هر وقت که تلیش خلاص شد در ما بگه که اکسپشن. خب ما هیچ موتری هیچ اکسپشن نداریم به نام زن تلی موتر، خود ما چنین چیزی را نداریم. در این حالت ما میتونیم خود ما یک اکسپشن ثرو کنیم، پرتاب کنیم، یک نیو کنیم، یعنی جدید جور بکنیم و در اونجا مسیجی مرتبط با همو ایروری خود نمایش بدیم، بگیم out of fuel، یعنی مثلا تل خلاص شد. صحیح شد؟ پس دوباره میری تبدیل کنم در با اگزمپل دور داریم یک کد جدید نوشته میکنیم سلام سیستم در آب دوت پرینت لائن هلو یا بگذارید این رقم بگیم انتی مثلا ای مصایبا 5. اگر چه اتفاق افتاد ای مثلا کوچکتر از 10 شد throw new exception در اینجا مسیجی خوده میدیم out of fuel، میگیم مثلا تل خلاص شد. خواهم تا که میبینین ما در اینجا یک اکسپشن جور کردیم. من تبدیل میکنم در یک میتود که مستقیم داخل مین نباشه، برس کنین نام شمانیم اگزمپلی 03 به این صورت. خب این خود نتمینز تشخیص داد، آمد بر من throws هم خودش نوشته کرده throws exception، یک exception throw میکنه، پرتاب میکنه. خب یا اینکه خود ما به try catch میبندیم، خود داخل از اینکه ما خودمون نیاز نبود try catch بانیم، ما throw میکنیم، میگیم هر وقت که چنین exception اتفاق افتاد تو ببین که تل خلاش ده و مثلا یک مسیج نمایش بده در موتر که برا تل بزنه. اینجا میگیم بگیم میره در surround with try catch، میره داخل try catch بان نام یادیرم ex بانیم و در اینجا میگیم یک مسیج را نمایش بدیم. please مثلا refill the tank. نمیتونیم اما مسیجی که در پایین در ما گفته را میتونیم نمایش بدیم با get message، ببینیم که همون میگه یا نه.
بله. خب اینم از سرو کردن یک اکسپشنی جدید. گاهی وقتا ممکنه که ما بخوایم خودی ما اکسپشنی مربوط به خودمون رو نوشته بکنیم. در او حالت شما باید از کلاس اکسپشن ارسپاری بکنین و متدهایش خودتان اوورراید کنین دیگه، مسیج مرتبط با او را خودتان نمایش بدین. من دیگه نمیخوام خیلی روی ازی بحث صحبت بکنم، برای ازی جلسه همجا کافیه. ما تا اینجا فهمیدیم که اکسپشن چیه، انواع اکسپشن ها رو فهمیدیم، انواع ایرور ها رو فهمیدیم، تفاوت ایرور و اکسپشن رو فهمیدیم و همچنین چکت اکسپشن و آن چکت اکسپشن رو فهمیدیم. معمولا چکت اکسپشن ها اینطور است که شما باید ترای کچ یا ثروز بمانی، ولی بعضی ران تایم اکسپشن ها هست، ران تایم اکسپشن یا آن چکت اکسپشن ها، به این صورت که بر شما نمایش داده نمیشه همون لحظه که ایرور ممکن اتفاق بیفته یا اکسپشن یا نه. پس این مباحث مربوط به اکسپشن ها بود. جلسه آینده روی اینپوت استریم و آوتپوت استریم صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.